دستان شماست. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز آدینه 27 تیر ماه 1393 برابر با 18 ماه جولای 2014. طبق معمول همیشه برنامه های نهاد مردمی در اتاق پلتاک نهاد مردمی در تالار گفتگو، ایران نهاد مردمی تالار گفتگو در بخش آسیا و پاسیفیک و زیر بخش ایران به طور زنده در روزهای جمعه میتونید دوستان در اونجا تشریف بیارید و با ما باشید. همچنین برنامه‌های زنده نهاد مردمی و بیش از 1500 ساعت برنامه‌های آرشیو سیمای نهاد مردمی رو در کانال یوتیوب نهاد مردمی میتونید مشاهده فرمایید. جدول برنامه‌های نهاد مردمی بخش زنده روزهای جمعه 10 صبح به وقت غرب آمریکا، 7 شب به وقت اروپای مرکزی و 9:30 شب به وقت ایران هست و 2 بازپخش داریم که در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به وقت آمریکا و 3 شنبه صبح‌ها و جمعه بعد از ظهر به وقت ایران. اجازه بدید که چون برنامه امروز بسیار مهم هست در رابطه با وقایعی که در سراسر جهان در این چند روز گذشته افتاده، در بخش اول برنامه اخبار رو و سرخط اخبار رو با هم گوش بدیم، نگاه بکنیم و بعد از اون میهمان این هفته برنامه سیمای نهاد مردمی دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس تحلیلگر سیاسی و اقتصادی و مشاور ارشد نهاد مردمی هستند که با ایشون در رابطه با این مسائل صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. با درود. به گزارش خبرگزاری هرانا، 6 زن که به جرم بهایی بودند هر کدام به 5 سال زندان محکوم شده اند در وضعیت وخیمی در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند. رسول منتخب نیا، عضو حزب اعتماد ملی و نماینده مجلس، در واکنش به انتقادهای مصباح یزدی از حسن روحانی گفت: می‌خواهید من بگویم که شما چند سفر محرمانه به انگلیس رفته اید و با چه افرادی جلسه داشته اید؟ می‌خواهید پرونده تان را بگویم چیست؟ رئیس کل بانک مرکزی گفت رقمی که تا به حال از اموال بابک زنجانی شناسایی شده 3000 میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتاً بقیه اموال هم شناسایی می شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند. ساجده عرب سرخی، روزنامه نگار منتقد، روز چهارشنبه برای گذراندن دوران حبس خود به بند نسوان زندان اوین منتقل گردید. وی به تبلیغ علیه نظام متهم و به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اثر وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع شهرستان کوهدشت لرستان، 200 هکتار از مراتع و 1000 اصل انواع درخت این شهرستان در آتش سوخت. شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 جوان فعال در فیسبوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص از 14 تا 21 سال و در مجموع به 127 سال حبس محکوم کرد.
یک هفته به پایان مهلت برای رسیدن به توافق اتمی پایدار و دراز مدت با رژیم ایران در 20 ژوئیه یا 29 تیر ماه مانده است و هنوز هم اختلاف نظرهایی میان شرکت کنندگان در مذاکرات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عباس عراقچی با بیان اینکه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای قابل توجه نبوده است، گفت اختلافات عمیق است و معلوم نیست پر کردن فاصله ها عملی باشد. روزنامه انگلیسی گاردین نوشت با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی قدرت‌های جهان با ایران، به نظر می‌رسد هنوز 5 مسئله اصلی در برنامه هسته‌ای ایران حل نشده باقی مانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ایران و کشورهای صنعتی قدرتمند جهان همچنان بر سر نکات مهم و کلیدی با بن‌بست روبروست. به گزارش فارین پالسی، کشمکش بین کنگره آمریکا و کاخ سفید درباره توافق هسته‌ای احتمالی بین رژیم ایران و آمریکا با نزدیک شدن به 20 جولای تشدید شده است. بنا به درخواست 2 سناتور سرشناس آمریکایی، باب منندز و سناتور لیندسی گراهام، بازرسی‌ها در مدت 20 سال باید غیر منتظره باشند و بازرسان بین‌المللی در هر زمانی بتوانند به هر تأسیسات، فرد و اسنادی که بخواهند دسترسی داشته باشند. محمد جواد ظریف درباره آخرین جمع‌بندی از مذاکرات با 5+1 گفت این مذاکرات دشواری بوده و کاری هم که می‌خواهیم بکنیم کار دشواری است و هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده است. معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران خبر منتشره در مورد تصمیم اخیر شورای معاونین و سازمانهای شهرداری مبنی بر کنار گذاشتن زنان از مشاغل دفتری شهرداری را تأیید کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، یک مقام آمریکایی گفته است تسلیح گروه‌های تروریستی در غزه توسط رژیم ایران را در گفتگوهای وین مورد بحث قرار خواهیم داد. رفسنجانی یک شنبه شب گذشته در جمعی و در سخنانی هشدار دهنده گفته است افرادها با گفتارها شروع می شوند و به مرور کار به جایی می رسد که گروهی مانند داعش سر بر می آورد. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 93 تا کنون حدود 870 نفر اعدام شدند. سعید ستاری، معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، با اشاره به جمع‌آوری 270 میلیارد تومان زکات در کشور گفت 250 هزار یتیم زیر 18 سال در کشور وجود دارد. رضا شهابی در 43 روز اعتصاب قضا به بخش مغز و اعصاب بیمارستان خمینی منتقل شده، با دستبند آهنین او را به تخت بسته اند و ممنوع الملاقات است. خانواده اش می گویند اگر به وضعیت او رسیدگی نشود، دست جمعی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. تورم افسار گسیخته در بازار مسکن تهرانی ها را به سمت شهرک ها و شهرهای حاشیه رانده است. گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در تهران به حدود 3 میلیون تومان رسیده است. در حالی که عده‌ای از هموطنانمان در سطل‌های آشغال به دنبال یافتن خوراک هستند، به گفته نماینده ارومیه، برخی دستگاه‌های اجرایی با هزینه بیت‌المال مراسم افطاری برای 1600 نفر در برج میلاد برگزار می‌کنند که هزینه آن بین 150 تا 300 هزار تومان برای هر نفر است. مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت به سؤال حسن کامران قانع نشد. در نهایت نمایندگان مجلس به نعمت‌زاده کارت زرد دادند.
در جمهوری عدل اسلامی در کشورمان یک دانشجوی فوق لیسانس به دلیل نداشتن جای خواب با پخش این آگهی به دنبال کار سرایداری است. حذف نام بلوچستان از سربرگ برخی اوراق رسمی ادارات دولتی استان سیستان و بلوچستان از هفته ها پیش با انتقادهای گسترده ای از سوی کاربران بلوچ در شبکه های اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است. به گزارش سایت کلمه، اداره اطلاعات زاهدان، وحید رنجبر عضو هیئت مرکزی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان را روز دوشنبه 23 تیر ماه پس از احضار به ستاد خبری اطلاعات زاهدان بازداشت کرد. همه شما عزیزان، همینطوری که میدونید در چند روز گذشته به خصوص در 24 ساعت گذشته اتفاقات بسیار مهمی در نقاط مختلف جهان افتاده. این مهمترین آخریش این موشک ساخت شوروی هستش که باعث شده که اون هواپیمای مسافربر مالزی سقوط کنه، حدود 300 نفر کشته بشن. از این 300 نفر بیش از 100 نفر متخصصان بیماری ایدز هستن که داشتن سفر میکردن به ملبورن استرالیا برای شرکت در کنفرانس جهانی در رابطه با ایدز، از جمله سخنگوی سازمان جهانی هو که سخنگوی سازمان جهانی بهداشت هست آقای گلن تاماس جز افرادی بودند که در اونجا کشته شدن. چند ساعت پیش خانم سامانتا پاورز سفیر آمریکا در سازمان ملل در تندترین سخنرانی که تا الان شده بود تمام مسئولیت‌ها رو به گردن آقای پوتین و روسیه انداخت و گفت که شوروی میتونه و باید که به این جنگ پایان بده. ولی خب طبق همیشه معمول آقای اوباما که وقتی صحبت کردن معلوم نیست که کدوم ور رو گرفته بودن، میگفتن این بر صورت اوکراین و روسیه و اینا همه میتونن با هم کمک کنن که این جریان پایان پیدا بکنه. 24 ساعت قبلش حمله زمینی اسرائیل به فلسطین بود که وارد غزه شدن و معلوم نیست که اون چقدر بخواد شدت پیدا بکنه. هفته قبلش و چند روز قبلش این مسئله داعش بود که مهمترین خبر بود در رابطه با کشتاری که در بخشی از عراق و سوریه داره میشه و از جمله حضور پاسدار سلیمانی که در عراق هستن و هدایت میکنن و رهبری میکنن کارهای الملکی رو در رابطه با مقابله با این گروه داعش. و بالاخره تمام اینها یک جوری، هر تمام مسائلی خدمتون عرض کردم جوری وصل میشه به جمهوری اسلامی. در قسمت داعش همجوری گفتم سپاه قدس در عراق هست که از ملکی پشتیبانی بکنه. در رابطه با حمله اسرائیل به حماس میدونیم که جمهوری اسلامی در رأس کشورهای پشتیبان تروریست هست در لیست سفارت وزارت امور خارجه آمریکا و معلوم نیست که جمهوری اسلامی از این مواضع خودش استفاده میکنه یا نه در این صحبت‌های 5+1. ولی برای اینکه کمک بکنیم و ما بتونیم که این مسائل رو تحلیل بهتری بکنیم درخواست کردیم از آقای دکتر رضا تقی‌زاده مشاور ارشد نهاد مردمی که میهمان برنامه امروز ما باشن و آخرین خبرها رو که ظاهرا قرار است از وین بیاد در رابطه با مذاکرات 5+1 و همچنین ربط این موارد دیگری که راجبش صحبت کردم به این موضوع برای ما روشن بکنن. درود به شما دکتر تقی‌زاده گرامی، با تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول فرمایید در سیمای نهاد مردمی. درود بر شما. دوست نیست، در خانه خودی است و خوشحالم از اینکه همراه شما هستم در برنامه امروز. بسیار متشکرم. آقای دکتر تقی‌زاده مسلماً شنیدید من این چند تا موردی رو که راجبش صحبت کردم، از هر جا که مایل هستید صحبت بکنید. البته بحث امروز ما در رابطه با این مذاکرات 5+1 هست که به نظر میاد که چون واقعا به جایی نرسیدن و آقای اوباما باز مجبوره که از لحاظ سیاست داخلی خودش هم شده بخواد به اینکه ما به جایی رسیدیم، شاید بخوان اینا رو تمدید کنن با وجودی که مخالفت‌های شدیدی در مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا هست.
ها با شماست. البته این بخش اول صحبتم تا اندازه شوخی است. شما گفتید که دست جمهوری اسلامی در تمام این وقایع تند روزهای اخیر دیده شده. اگر آقای پوتین این کامنت شما رو در مورد وقایع اخیر بشنوه و فکر کنه که جمهوری اسلامی هم همراه او بوده در این اتهاماتی که متوجهش هست برای دست داشتن در ساقط کردن یک هواپیمای متعلق به کشور مالزی و کشته شدن تأسف‌بار در حدود 300 نفر، حداقل خوشحال خواهد شد که یک دستیاری در این مورد پیدا کرد. به هر حال در موارد دیگه مثل داعش و بحران‌های منطقه‌ای من جمله در سوریه به هر حال دست جمهوری اسلامی رو می‌شنید، ولی در ساقط شدن هواپیمای مالزیایی بر فراز اوکراین یک مقداری بایستی که ما دوربینمون رو عوض بکنیم. اون چی که به ایران مرتبط میشه آقای فروتن، حداقل در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای وضعیت بسیار حساسی پیدا کرده. همونطور که شما گفتید آمریکا علاقمند یک معامله رو با جمهوری اسلامی جوش بده. آقای اوباما دلش میخواد در صورت رسیدن به یک توافق اون رو به عنوان پیروزی سیاسی به مردم آمریکا در مناسبات بین‌الملل بفروشه، چیزی که در طول 6 سال گذشته آقای اوباما عملا از اون محروم بوده، یعنی محروم شده که بگه من در این زمینه سیاست خارجی به یک موفقیت چشمگیر دست پیدا کردم. و همیشه میزان انتقادات به خصوص از طرف دست راستی ها بیشتر متوجه آقای اوباما بوده تا میزان تشویق و قدردانی از پیروزی هاش. و مورد اخیر یعنی مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر بیرون بردن جمهوری اسلامی یا پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی یکی از اونهاست. خب شاید تا 2-3 هفته پیش همه انتظار داشتن که این مذاکرات قبل از انقضای مهلت تعیین شده، یعنی روز یکشنبه 2 روز آینده، به نتیجه‌ای برسه. ولی به نظر من تا حدود زیادی به علت زیادت خواهی جمهوری اسلامی و مستقیما به علت مداخله آقای علی خامنه‌ای در این امر، دیپلماسی با یک مانع بزرگ روبرو شد. معنی دیپلماسی این است که شما هنر دادن و ستادن رو به کار بگیرید، با یک نفر تعامل بکنید، یک گام بردارید و انتظار داشته باشید که حریف که با او مذاکره میکنی یک گام در مورد سمت شما برداره. حالا آقای خامنه‌ای وقتی از بالا سر مذاکره کنندگان ایرانی داخل این گفتگوها میشه و عملا یک خط قرمز رو ترسیم میکنه و میگه نیازهای ما 190 سو یعنی 190 واحد جدا کننده ایزوتوپ های اورانیوم 235 از 238 هست، یا به زبان ساده 190 هزار سانتریفیوژ از نوع قدیمی موسوم بی پی آر، یا بین 50 تا 120 هزار نوع سانتریفیوژ های پیشرفته تر. این دست مذاکره کنندگان رو برای توسل به دیپلماسی میبنده. یعنی آقای ظریف واقعا نمیدونه چه کار باید بکنه. آیا باید این پیام آقای خامنه‌ای رو به جان کری بده و از او بخواد که با این خواسته موافقت بکنه، و بعد نقش او به عنوان مذاکره کننده چیه؟ خب در طول این 6 ماه اون آشنا شده که آمریکایی ها به 1000 تا 4000 واحد سانتریفیوژ ممکنه رضایت بدن، ولی نه به 50000 و یا 120 هزار تا. یعنی انقدر این فیتیله رو آقای خامنه‌ای بالا کشیده، حالا یا از سر نادانستن و یا از سر دانستن که امکان شعله بر کردن این چراغ تا اون حد برای هیچ کس عملی نیست. جمهوری اسلامی مذاکره کنندگانش هم چنین انتظاری نداشتن. بنابراین علی‌رغم میل دو طرف برای رسیدن به یک توافق و با وجود اختلافات دیگری که بین دو طرف بین انتظارات متقابل وجود داشته، این اقدام از بالای سر داخل مذاکره شدن آقای خامنه‌ای هم قوز بالا قوز شد و در آخرین لحظه زمینه‌ای فراهم کرد که دو طرف به توافق در مورد اجرای توافق اجرایی موقت و نهایی کردن اون دست پیدا نکنه. جناب تغییرزاده، ببینید شما فرمودید که بسیاری شاید انتظار داشتن که این مسئله قبل از رسیدن به این ددلاین مهلت 20 جولای 2 روز دیگه
انجام بشه. خب ولی میدونیم بسیاری از جمله ما در نهاد مردمی و اینا ما به هیچ وجه این رو قبول نداشتیم. این تمام اون چند سالی که جمهوری اسلامی با اون سه دول خارجی انگلیس و فرانسه و آلمان بازی میکرد و سالها اون رو طول داد، این از اولش معلوم بود بازی دیگری هست، برای اینکه اینا بزرگترین اگه میخواستن کاری بکنن از همون روز اول میکردن، چون بزرگترین آوانس آقای اوباما بهشون داد. و اون آوانس چی بود؟ که اصلا چون تا روزی که آقای اوباما این صحبت‌ها رو شروع نکرده بود، فقط بحث به این بود که جمهوری اسلامی نمیتونه اورانیوم رو غنی کنه. بعد که مذاکرات شروع شد، حالا گفتیم ببینن تا چند درصد میتونه غنی کنه، 5% باشه و 20% نباشه و سنتریفیوژا اینجوری باشه. به اضافه اینکه برای تمام تحلیلگران و متخصصان نظامی واضحه که جمهوری اسلامی فقط و فقط برای ساختن بمب اتمی داره این کارا رو میکنه. چرا؟ برای اینکه علاوه بر این خرج چندین میلیارد دلاری که در این سالها کرده، این موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی درست کرده که اینا میتونن از جمهوری اسلامی موشک‌ها بلند شن و در شهر نیویورک و هر جای آمریکا به خصوص شرق آمریکا بیان، اون موشک‌ها فقط حد کافیه که یک کلاهک اتمی گذاشت. و ما می‌دونیم که حتی با این اخباری که به تازگی شنیده بودیم که مثلا جمهوری اسلامی بگه من حالا متوقف می‌کنم تمام این کارامو، اکثر متخصصان نظامی می‌دونن که در کمتر از 6 ماه هر زمانی جمهوری اسلامی بخواد می‌تونه که بمب اتمی رو درست بکنه. موشک‌هاشو داره، اون کارهای تکنیکی کلاهک درست کردن هم داره که بمب توش اتمی گذاشتن و ظاهراً این قدم آخر از رسیدن به این مقدار پلوتونی که دارن به درست کردن بمب اونجوری هست. برای همین هم هست که همجور شما اطلاع دارید حتی سناتور مندز که رئیس کمیته رابطه آمریکا است و دموکراته، اون اصلا این لایحه تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی رو 6 ماه پیش شروع کرده بود، بیش از حدود 60 تا امضا لازمه، فقط 60 تا امضا لازمه که ویتو آقای اوباما رو هم بتونن اوورراید کنن و یعنی 9 تا 10 تا دموکرات و 50 تا هم ریپابلیکن که الان باز اون صحبت‌ها شده. بنابراین شما، من خودم فکر می‌کنم 100% آقای اوباما مجبوره به خاطر تمام این کارهایی که دور دنیا اتفاقاتی افتاده مجبوره سعی بکنه که تمدیدی بکنه. فقط موضوع این که این آوانس‌های دیگری که الان جمهوری اسلامی می‌خواد که شنیدم میگن که به کل باید تمام تحریم‌ها دیگه قطع بشه و این حرفا، الان شما احتمال تمدید و یا چگونگی شرایط تمدید مذاکرات رو چگونه می‌بینید؟ البته در مورد بخش اول مطالبی که شما اشاره کردید باید این توضیح رو داد که نگاه 6 ماهه به قابلیت جمهوری اسلامی برای مبادرت به آزمایش اتمی مقداری خوشبینانه است و البته هنوز جمهوری اسلامی دارای موشکایی نیست که به خاک امریکا برسند و همینطور در مورد نصب بمب اتمی به روی دماغه موشکای شعاب با مشکل تکنیکی روبروست و ظاهراً هنوز این موفقیت به دست نیامده، ولی خیلی دور از دسترس جمهوری اسلامی نیست. اگر پاکستان و کره شمالی به این کار موفق شدن، بدون تردید جمهوری اسلامی که از نظر صنعتی ایران به هر حال مقداری پیشرفته‌تره قادر به این کار خواهد بود. حالا اگر به 6 ماه هم نمی‌رسه، ولی در یک سال این کار عمدن قابل پیش بینی نیست. ولی اینکه آیا اگر توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره بعد از اینکه این مذاکرات تمدید شد چقدر از تحریم‌ها علیه ایران برداشته میشه، این موضوعی است که تنها بعد از انتشار متن توافق میشه به اون دست پیدا کرد. اون چیزی که الان موضوع حساس و مورد توجه دنیا هست این است که آیا اعلام بکنن این مذاکرات به صورت کنونی و بدون انقطاع ادامه پیدا میکنه و برای اون مهلت خاصی رو تعیین میکنن، و یا اینکه دو طرف میگن ما مذاکرات رو ادامه دادیم ولی نتونستیم به نتیجه لمسی برسیم و تا آینده غیر معلوم اون رو لغو میکنیم یا تعطیلش اعلام میکنیم. البته گزینه اول شانس بیشتری داره. همین حالا در وین وقتی من و شما داریم ما هم صحبت میکنیم، خبرگزاری ها انتظار دارن که یک کنفرانس خبری برگزار بشه و تا اون اعلام بشه که آیا جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق مشترک
دست پیدا کردند که گروه پنج به علاوه یک با نمایندگان تهران این مذاکرات رو ادامه بدن و یا سیاست بعدی متفاوت با این خواهد بود. این هنوز به صورت مبهم باقی است، ولی شانس تمدید مذاکرات به مراتب بیشتر از اعلام شکست اونهاست، برای اینکه هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی به نتیجه این مذاکرات نیازمند هستند. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید یک کم این دایره گفتگومون رو بازتر بکنیم، بپردازیم به این دعوای اسرائیل و حماس، حمله زمینی اسرائیل دیشب به غزه و احتمال اینکه این حمله گستره تر بشه، حمله زمینی. جناب دکتر تغیزاده، شما فکر میکنید که نقش و یا اینفلوئنس و لیوریج جمهوری اسلامی در رابطه با این مسائل اسرائیل و فلسطین چگونه هست؟ و یا آیا فکر میکنید که اسرائیل در این محاسباتی کرد برای شروع حملات، آیا این رو در جزء محاسباتش بود که حالا که جمهوری اسلامی داره با پنج به اضافه یک مذاکره میکنه، شاید انقدر راغب نباشه به طور علنی سلاح بیشتری به حماس بفرسته و کمک بکنه؟ اون رو چگونه ببینید، نقش جمهوری اسلامی در رابطه با این مسائل اسرائیل و فلسطین رو؟ در گذشته رابطه جمهوری اسلامی با حماس رابطه خیلی دوستانه و نزدیکی بود، در حقیقت به مراتب بهتر از مناسبات انتقادی که جمهوری اسلامی با رهبری ساحل غربی رود اردن یعنی آقای محمود عباس داشت. ولی از زمان آغاز بهار عربی و به خصوص از شروع جنگ داخلی در سوریه این مناسبات مقدار زیادی تغییر کرد و در شرایط کنونی حماس مناسبات خیلی دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی نداره. بیشتر این حرف‌شنوی شاید از قطر باشه، شاید تا حدودی از عربستان سعودی باشه و به مراتب کمتر از جمهوری اسلامی. ولی در گذشته ما گزارش‌های متعددی داشتیم که مراتب اون به سازمان ملل هم اعلام شده که حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای ارسال سلاح به حماس بوده. اسرائیل هم در گذشته تلاش‌هایی کرده بعضی از این کاروان‌ها رو که مشکوک به حمله سلاح بودن در صحرای سینا و یا در شرم الشیخ هدف قرار داد. دو کشتی تا به حال گرفته شدند که گفته می شده جمهوری اسلامی قصد اعزام سلاح داشته، ارسال سلاح داشته توسط این کشتی ها. خب بعید نیست که موشک هایی که حالا حماس استفاده می کنه برای پراندن به اسرائیل حداقل به نوعی با کمک جمهوری اسلامی تولید شدند. این رابطه به نوعی شبیه رابطه است که روسا با جدایی خواهان شورشی داخل اوکراین دارن، اونها تجهیزات و سلاح میدن. خب جمهوری اسلامی هم این تجهیزات سلاح ها رو کمک ها رو تا حدودی در اختیار حماس قرار میده، ولی به این معنا نیست این کمک ها که حماس از جمهوری اسلامی حرف شنوی مطلق داره و یا بحرانی که این روس ها در نوار غزه ما شاهدش هستیم و شکل انسانی فجیعی به خودش گرفته تحت تاثیر ابتکارات جمهوری اسلامی است. این رو خیلی دشواره که بشه اثبات کرد، ولی اون چی که واقعیت داره این است که اسرائیل با خشونت تمام از قدرتی که در اختیارش هست علیه فلسطینی ها استفاده میکنه، با این توجیه که من از خودم دفاع میکنم. درسته که سه جوان اسرائیل به طرز وحشیانه ای توسط افراطیون فلسطینی و اون هم نه در نوار غزه، در ساحل غربی به قتل رسیدن و البته اقدام متقابلی صورت گرفت و قتل وحشیانه تری توسط افراطیون اسرائیلی انجام شد که یک جوان فلسطینی رو به قتل رسوندن، یک جوان 16 ساله در همون مناطق. ولی اسرائیل به تلافی موشک پرانی های فلسطینی ها که بسیار شکل ابتدایی داره همه توان نظامی و تکنولوژی که خودشون رو در اختیار گرفتن برای تلافی جویی. قدرت آقای دکتر فروتن همیشه همراه با مسئولیت میاد و اگر قدرت وجود داره بیشترین شکل قابل شناختش در بخششه، فراهم کردن زمینه آرام کردن خشونت ها، در حالی که اسرائیل به این گزینه رو نکرده و در نهایت خشونت از قدرت خودش بدون حتی
داشتن احساس مسئولیت کامل نسبت به ابعاد انسانی این قضیه، این قدرت رو برای تلافی جویی مورد استفاده قرار داده. خب دور از ذهن نیست وقتی میبینیم که افکار عمومی دنیا نسبت به اسرائیل نظر خوشی ندارن. همین بدبینی که به جمهوری اسلامی یا کره شمالی دارن به اسرائیل هم دارن، و این نتیجه روابط عمومی کردن بده و یا استفاده نامناسب یا غیر متناسب از قدرتی که اسرائیل در اختیار داره. بسیار متشکرم. من خودم البته نظرم یکم متفاوت هست در رابطه واقعا به کارهایی که اسرائیل میکنه. اسرائیل اونجا تنها کشور دموکراتیکی هست که در اون منطقه هست، دور تا دورش این کشورهای عربی که بسیارشون هم کسای فناتیک درش هستن حمله میکنن، و این میدیا هم بر صورت ما دیدیم که حداقل میدیای آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی دیدیم که چطور در حداقل از نظر من در 6 سال آینده چشاشون رو بستن روی سیاست‌های بسیار غلط داخلی و به نظر بسیاری غلط خارجی آقای اوباما، و اونجوری که میدیا همونجور شما درست فرمودید اینا رو نشون میده، خیلی سخت از نگاه کردن به کشته شدن یک سری انسان‌های واقعا بیگناه که بمب به سرشون میخوره. ولی از یه طرف هم وقتی که گوش میدید به حرفای اسرائیل که شما در منظرتون نشستین و هر روز این موشک‌ها همینجوری میاد به شهرهایی که انسان‌ها در زندگی میکنن، چون به هر صورت اسرائیل همیشه سعی کرده که مانند آمریکا وقتی تو حمله میرن خیلی تارگت بکنن جایی که میخوان برن، جایی باشه که نظامی ها بیشتر هستن. ولی من و شما میدونیم که حماس مثل جمهوری اسلامی، مثل که اکثر این اسلامی های فناتیک کار میکنن، موشک هاشون رو در مدارس و در بیمارستان ها قایم میکنن. همین دیروز بود که خبری اومد از دفتر سازمان ملل در غزه که بعد گفتم بله ما الان، یا جنوب لبنان بود که گفتم بله ما تازه فهمیدیم که دفتر سازمان ملل که بغل مدرسه هست توش 25 تا موشک حماس بوده. به هر صورت البته خب خیلی سخت است، این یک مسائلی هست که دهه ها روش دارن زحمت میکشن و هنوزم به جایی نرسیده. دایره رو باز اگر بازتر بکنیم جناب دکتر تغییرزاده، بعد برسیم به این مسئله داعش. تا هفته پیشون به نظر میومد که مهمترین مسئله بود که در خاورمیانه بود و احتمالاً پرخطرترین برای منافع امنیتی آمریکا و شاید هم بعضی از کشورهای اروپایی که این گروه داعش اومدن. و جالبه که برای حداقل در بخش عراق منافع آمریکا و منافع جمهوری اسلامی به نظر میومد که در یک سو باشه که بخوان این سنی ها رو جلوگیری بکنن. از طرف دیگر میدونیم که سپاه قدس مدت ها است در سوریه بوده که بشار اسد اونجا هم کمک بکنه، اونجا هم مقابل داعش باشه. اون رو چگونه میبینید نقش جمهوری اسلامی و احتمالاً تاثیر این که اگر تأثیری اون مسائل داعش و جمهوری اسلامی در سوریه و عراق داره روی مذاکرات 5 به اضافه 1 فکر میکنید اصلا اینا به هم وصل هستن یا خیر؟ در یک نگاه کلی به وضعیت موجود عراق بایستی به این نتیجه برسیم که این وضعیت مطلوب جمهوری اسلامی نیست، یعنی از این قضیه راضی نیست که دولت متحدش یعنی دولت مالکی حالا شاهد سپاره شدن عراق باشه. این از یک نگاه هست که حدود و ثغور نفوذ جمهوری اسلامی در کشور کوچکتری اعمال میشه. نکته دیگری که جمهوری اسلامی رو شاید تا حدودی نگران میکنه به استقلال رسیدن احتمالی کردستانه، موضوعی که آمریکایی‌ها خیلی نسبت به اون جبهه خاص یا منفی نگرفتن و اسرائیلی‌ها از اون حمایت میکنن، و ترک‌ها هم به نوعی اگرچه مخالف استقلال کردستان هستند ولی در مقابل این حرکت کردها نایستادند. عملا سر جمهوری اسلامی و به نوعی ایران از این موضوع بی کلاه میمونه. اگر کردهای شمال عراق یعنی اقلیم کردستان بخوان به صورت مستقل عمل بکنن، حساب خودشون از بغداد جدا بکنن، نیاز دارن به کمک یک کشور، نیاز دارن برای یک فضای قابل تنفس و نیاز دارن برای داشتن امکانات اقتصادی، و همه این امکانات متوجه مسیر ترکیه میشه، چرا که کردستان دست به آبهای آزاد نداره و عملا بین
دولت شیعه عراق و بخش سنی نشین در جنوب و در شرق و غرب بین ایران و ترکیه قرار گرفته و طبیعتاً نیازمند کمک ترکیه است و ترکیه هم طبیعتاً اگر کمکی رو به اقلیم خودمختار کردستان ارائه میکنه، یک اینکه مزدش رو میخواد و دوم مراقبه که هر موقعی خواست این کپ رو روی اونها بگذاره و نفس اونها رو به شماره بندازه، در حالی که جمهوری اسلامی نه از تقسیم و نه از منافع تقسیم چیزی نصیبش نمیشه. بنابراین تلاش میکنه که اولا وسیله استحکام قدرت آقای مالکی رو فراهم بکنه و اگر امکان پذیر بود وسیله برگشتن عراق به حالت یک پارچه تر و جلوگیری از تقسیم اون. ولی آیا بدون هزینه کردن این کار امکان پذیره؟ به نظر من خیر. ایران هزینه های سنگینی رو برای مداخله جمهوری اسلامی در سوریه تحمل کرده و حالا اگر قرار باشه از دولت مالکی همون حمایتی به عمل بیاد که از دولت بشار اسد در سوریه به عمل اومد، بایستی هزینه های سنگین تری دوباره به مردم ایران توسط جمهوری اسلامی تحمیل بشه. ولی اگر ما در دو سه سال گذشته بضاعت اقتصادی بهتری کشورمون داشت، حالا در یک شرایط بسیار دشوار اقتصادی هستیم. دلیل سادش هم کاهش صادرات نفت ایرانه. به این علت اگر این کمک های دامو پیدا بکنه به قیمت فقیرتر شدن مردم ایران خواهد. بسیار متشکرم. دو سوال دیگر از خدمت شما دارم در این وقتی که باقی است. میخواستم اگر شما مایل باشید و میخواستید پیش بینی بکنید، پیش بینی شما در رابطه با این مذاکرات 5+1 تمدید اون و آیا برای تمدید فکر میکنید آمریکا شروط جمهوری اسلامی رو شرایطش رو برای برداشتن بیشتر تحریم‌ها و یا تمام تحریم‌ها قبول خواهد کرد؟ چگونه ببینید اگر میخواستید که پیش بینی بکنید که بسیار میدونم مشکل هست با این تمام مسائلی که داره اتفاق میفته. شاید آسان‌تره که خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و بگیم مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. توافق موقت 6 ماهه قابل تمدید نیست به این علت که دو طرف چیزی برای گرفتن و دادن ندارن. آمریکایی‌ها این پول‌هایی که بایستی آزاد می‌کردن آزاد کردن، جمهوری اسلامی هم به سهم خودش مطابق گزارش‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده به رقیق کردن اورانیوم 20% خودش مبادرت کرده. بنابراین واقعا چیز خاصی برای گرفتن و دادن نیست در میان. بنابراین اون چیزی که صورت می‌گیره فقط تمدید مذاکرات بدون داشتن شرط خاص در بهترین شکل. ولی آیا آمریکا به خواسته های جمهوری اسلامی تن میده؟ این به نظر من در مورد غنی‌سازی بسیار بسیار دشوار خواهد بود، برای اینکه غیر از آمریکا حزب جمهوری‌خواه، بخش مهمی از کنگره که شما به اون به درستی اشاره کردید و همینطور کشورهای منطقه اسرائیل و عربستان سعودی نگاه خیلی خاص به این موضوع دارن و دست آقای اوباما باز نیست برای دادن امتیازات غیر عادی به جمهوری اسلامی. در مورد تحریم‌ها هم با توجه به اینکه کنگره آماده میشد تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی علیه ایران اعمال بکنه، خیلی سخته که آقای اوباما بتونه کنگره رو قانع بکنه که با دادن امتیازات بیشتر و برداشتن تحریم‌ها موافقت بکنن. این مشکل رو آقای اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی و دادن و گرفتن امتیاز داره. در نهایت اوباما با این سوال جدی روبروست، آیا واقعا ارزش داره که همه این فشارها رو در منطقه توسط متحدینش من جمله اسرائیل خارج از آمریکا و در داخل آمریکا ریشک رو گذاشتن نزد رهبران کنگره و فشار بیشتر به اونها آوردن رو تحمل بکنه برای اینکه به جمهوری اسلامی امتیازی بده و بتونه یک پیروزی نیم بند رو در سیاست خارجی به ثبت برسونه، اونم در ارتباط با یک رژیمی که واقعا قابل اطمینان نیست. حتی اگر این توافق هم صورت بگیره، اجرایی کردن اون در آینده موکول به بالا و پایین شدن سیاست داخلی جمهوری اسلامی است. یک کشور بی‌ثبات، یک رژیم بی‌ثبات و به خصوص بی‌ثبات در اجرای تعهداتش. آیا این ارزش داره؟ این سوالی است که آقای اوباما باید به اون پاسخ بده. بسیار متشکرم. و سوال آخر من برمیگرده به اون نکته اولی که راجعش صحبت کردم در رابطه با این سقوط هواپیمای مالزی و اون کشته شدن که شما به درستی البته توضیح دادید که ربط هیچ مستقیمی به جمهوری اسلامی نداره، حتی غیر مستقیم. سوال من از شما این هستش که
قبل از این سوال رو بکنم، الان می‌دونیم که حتی در آمریکا در 24 ساعت گذشته حملات بسیاری به آقای اوباما شده. حالا از اینکه چرا دیشب وقتی که دو تا اتفاق مهم، حمله به غزه و موشک زدن به این که هواپیمای مسافر بری بود، ایشون رفتن و دنبال همیاری‌های مالی برای حزب دموکرات و فاند ریزینگ دو جا رفتن و غیره، به جایی که بیان تو کاخ سفید و بنشینن و بتونن این از نزدیک ببینن که چه خبر است و تصمیماتی بگیرن. امروز هم که چند ساعت پیش سفیر آمریکا خانم سامانتا پاورز در سازمان ملل شورای امنیت اون حمله بسیار جدی و تند رو به آقای پوتین و روسیه کردن، بعدش آقای اوباما اومد و خیلی نرمتر بود. بسیاری فکر میکنن که چون الان اوباما واقعا نمیدونه که باید چه کار بکنه یا میخواد چه کار بکنه، برای اینکه اگر که به درستی این مسئله و مسئولیت موشک فرستادن رو بندازه گردن روسیه، چون حداقلش اینه که اینا این موشک‌ها رو دادن دست این تجزیه‌خواهان و اونا هم ظاهرا فکر کردن دارن این هواپیمای اوکراین می‌زدن و این موشک‌ها جوری است که حرارت رو لمس می‌کنه یا می‌فهمه، اگر و هر هواپیمایی که اونجا بزرگتر باشه خودش با لیزر راش رو عوض میکنه که و ظاهرا اینطوری شده که این هواپیمای بزرگتر رو زدن اشتباهی. ولی الان تحلیلگرا میگن اوباما اگر این مسئولیت رو اونجوری که خانم پاورز انداخت گردن پوتین و روسیه، بعد باید واکنشی نشون بده و نمیدونه که چه کار باید بکنه. آیا باز این تحریم‌ها رو بخواهیم بیشتر بکنن و غیره؟ نظر شما چه هست؟ و اگر شما در احیانا در کاخ سفید نشسته بودید، احتمالاً ممکن بود چه بکنید و قدم‌های بعدی در رابطه با مسئله مهم و این قدرت‌خواهی‌هایی که آقای پوتین و روسیه در چند وقت گذشته از کرایمیا شروع شده تا اوکراین داره، چه کار می‌کردید؟ چه قدم‌های برمی‌داشتید؟ خوشبختانه یا متأسفانه آقای فروتن، من در کاخ سفید نیستم و بدون تردید آقای اوباما هم مشاوران بسیار برجسته‌ای داره که به او خطوط لازم رو برای هدایت سیاست خارجی آمریکا و همینطور عرضه کردن خودش در افکار عمومی میدن. ولی آقای اوباما همونطور که شما گفتید مورد انتقاد زیادی بوده در داخل آمریکا به خاطر واکنش‌هایی که به وقایع روز نشون داد. شما به خاطرتون هست وقتی که اون طوفان بزرگ در شرق آمریکا صورت گرفت، آقای بوش با اندکی تأخیر خودش رو به ماجرا رسوند و هزینه سنگینی در افکار عمومی بابت این تأخیر داد. خب آقای اوباما هم در مورد وقایع تند مناسبات بین الملل شاید این تأخیر رو داشته و بخصوص به قول شما پرزنتیشنش، عرضه کردن افکارش، یه مقدار زیادی معتدل بوده. شما میدونید آقای اوباما برنده جایزه صلح نوبله و همینطور فرمانده کل قوا در بزرگترین نیروی نظامی دنیا، تنها فوق قدرتی که باقی مونده آمریکاست و او فرمانده کل قواست. ولی به نظر من او نه تنها بین این دو تا جامعه، جامعه برنده جایزه صلح نوبل یا جامعه فرماندهی کل قوا دچار ابهامه، بلکه اون جامعه برنده جایزه صلح نوبل رو بیشتر دوست داره. به این علت اغلب داخل همین لباس میشه و مطالبی که میگه در همین خطه. امروز صبح نخست وزیر بریتانیا جلسه فوق‌العاده امنیتی دولت بریتانیا رو برای نشان دادن واکنش به سقوط هواپیمای مالزیایی و کشته شدن بیش از 295 نفر تشکیل داد. این جلسه خاص کابینه جلسه امنیتیه و اون گروه رو به عنوان گروه کبرا ازش یاد میکنن. شش وزیر به اضافه رؤسای سازمانهای امنیتی ارتش و غیر ارتشی در این جلسه شرکت میکنن، در حالی که آقای اوباما چنین جلسه خاصی رو در کاخ سفید تشکیل نداد و با تأخیر و مقدار زیادی با ملایمت نسبت به وقایع اظهار نظر کرد، حال اون که نماینده آمریکا در سازمان ملل نگاه تندتری داشت. شاید آقای اوباما همچنان امیدواره به نوعی بتونه با آقای پوتین پیش از ترک کاخ سفید به سازش برسه و اگر احتمال داره حتی ایشون رو دعوت بکنه به گروه کشورهای گروه هفت و این گروه هفت رو دوباره به گروه هشت ارتقا بده. آقای اوباما اصلا اهل درگیری نیست، مرد بسیار سازشکاری است و میخواد این 8 سال ریاست او در کاخ سفید با ملایمت تموم بشه. جناب دکتر تغیزاده گرامی، بسیار بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و میدونم که الان یکی دو تا دیگه برنامه دیگه است که باید تشریف ببرید. بسیار متشکرم از حضور شما و بسیار مفتخریم که شما رو در میان مشاوران ارشد نهاد مردمی و از پشتیبان این سازمان داشته باشیم. با تشکر و بدرود تا برنامه دیگر.
منم از شما متشکرم و خوشحال از حضور در برنامه شما. روز به شما خوش. خدا نگهدار. هموطنان عزیز، تمام این مسائل رو که نگاه بکنیم، بعد بالاخره برگردیم به این که اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه باید بکنه. این الان موضوعی است که سالهای سال، بیش از 3 دهه است که مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور سعی کردن جوابی بر اون داشته باشن. مردم داخل کشور تا اون جایی که زور داشتن و میتونستن، و به خصوص در این تظاهراتی که چند سال پیش به بهانه جنبش سبز و انتخابات بود، میلیون میلیون اومدن تو خیابون، ولی به خاطر اینکه نبود سیاست خارجی که پشتیبانی از مردم بکنه، به خاطر اینکه آقای اوباما در اون زمان بسیار حساس به جایی که پشتیبانی از مردم بکنه، تعریف از رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و غیره کرد، اسم این کشته شدگان ندا و دیگران رو اصلا در یک هفته اول نیاورد. و به هر صورت الان ما اینجایی هستیم که هستیم. سالها هستش که سازمان‌های اپوزیسیون سعی کردن، هنوزم بعضی‌ها سعی دارن که این سازمان‌ها دور هم جمع بشن، منسجم بشن، با هم همکاری بکنن، ولی متاسفانه به دلایل مختلفی که مسلماً همه شما شاهد اون بودید و هستید، این اتفاق تا امروز انجام نشده. هستن گروه هایی که به اصطلاح یک سری چند تا با هم اینجا کار میکنن، چند تا با اونجا با هم، ولیکن هنوز که هنوز نتونستن که با هم یک صدا بشون، برای اینکه در زمانهای حساس مانند الان و مسلماً من فکر میکنم بعد از این مهلت روز یک شنبه، چه تمدید مذاکرات بشود چه نشود، با دیگه الان زمان اون هست که اپوزیسیون باید یک سری کارهای جدی بکنه. یکی از مهمترین کارهایی که اپوزیسیون سعی کرده بکنه و نهاد مردمی یکی از پرچمداران این حرکت بوده، ربط دادن مسائل حقوق بشر هست و نقض حقوق بشر در داخل کشور با هر نوع مذاکراتی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی میکنه. از جمله میدونیم که یکی از سناتورهای آمریکا، سناتور کرک که از ایالت ایلینوی هست، همین امروز برای چندمین بار درخواست کرد و خواست که باید هر گونه مذاکراتی که اگر ادامه بخواد پیدا بکنه، باید مسائل نقض حقوق بشر در اون باشه. و سازمان‌های سیاسی هم نیست این مسئله رو بسیار قبول کردن، برای اینکه در رابطه با مسائل اتمی به هر صورت اونجا هستش که منافع اولیه کشور آمریکا و کشور غربی هست، به خاطر احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اتمی و یا بزرگ شدن دایره جنگ در خاورمیانه. ولی مسئله حقوق بشر موضوعی هستش که بسیاری از ماها رو اون پافشاری کردیم و باید بکنیم. ولی به غیر از این که ما سعی بکنیم لابیگری بکنیم در رابطه با استفاده کردن و اجباراً راجع به مسائل حقوق بشر صحبت کردن، باید اپوزیسیون جمهوری اسلامی بتونه کارهای دیگری نیز انجام بده. در حال حاضر برای من بسیار مشخص نیست که شانس و احتمال و یا آمادگی مردم داخل کشور برای یک پاشدن و به پاخیستن بر علیه جمهوری چقدر هست، برای اینکه از خبرهایی که از داخل کشور هست داریم، انقدر وضع اقتصادی بدتر و بدتر و بدتر بوده و شده، و حالا با این بالا پایین تحریم ها یک کم بهتر میشه، یک کم بدتر میشه، ولی مردم در حال حاضر الان فقط آماده هستن و امیدوار هستن و آرزو دارن که بتونن که وضع اقتصادیشون بهتر بشه. بنابراین خیلی امید دارن به اینکه این مذاکرات سرانجامی پیدا بکنه، تحریما کمتر بشه و غیره. بنابراین اپوزیسیون به نظر ما باید که فکر دیگری بکنه که این زمینه ها آماده بشه. ما در نهاد مردمی همونجوری که میدونین از روزهای اول در اهداف نهاد مردمی و ساختار اون شورایی هست به نام شورای دوران گذار، که چند سال پیش بوده، 14 سال پیش در یک پروژه‌ای به نام پروژه ایران فردا، که قبل از اینکه جنبش ایران فردا درست بشه، و همونجوری که می‌دونید جنبش ایران فردا و بسیاری از اعضاش، از بنیانگذاران و اعضای فعال
امروز نهاد مردمی هستند. در اون زمان یک روشنمایی تهیه کرده بودیم که در رابطه با این بود که در 6 ماه اول بعد از سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی برای کشور میباید آماده باشه، که در اون زمان رهبران کشور و حکومت آینده ایران یا حداقل در دوران گذار حکومت موقت اگر لازم داشته باشن بتونن از اون برنامه‌ها استفاده بکنن. الان برای من تقریباً 100% شده که لازم هست اون برنامه ریزی و اون پروژه هرچه زودتر و خیلی وسیع‌تر شروع به کار بکنه، نه به خاطر لزوماً این که فقط چه باید کرد بعد از سقوط رژیم، بلکه به نظر من با یک برنامه ریزی درست، با یک برنامه ریزی صحیح علمی برای کارهایی که باید در کشور انجام بشه و ایرانی که ما خواهیم داشت فوری بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی، اون برنامه ریزی اگر درست انجام بشه و اون گزارش‌ها و پیشنهادها و رشنما درست منتشر بشه و به گوش مردم ایران، به گوش کارگران، فرهنگیان، تمام کسانی که در داخل کشور هستند و 34 سال هست زیر ظلم، زیر در بدبختی، در فساد، در مواد اعتیاد و غیره دارن زندگی میکنن، وقتی که اونها این برنامه ریزی رو ببینن بسیار بسیار بیشتر تشویق خواهند شد برای رسیدن به اون برنامه‌ها و برای اون آرزوها و آمال هست که مسلماً دست به دست هم خواهند داد و با کمک ماها که در خارج از کشور هستیم باعث سقوط و سرنگونی رژیم بشیم. وقتی خمینی می‌خواست بیاد اون موقع وعده‌های پوچ و خالی می‌داد از توی مجلس که آب مجانی و برق مجانی و این مجانی و بنزین مجانی، دیدیم که هیچ کدومش انجام نشد، ولی به هر صورت بسیاری از تحلیلگران و تاریخ‌شناسان معتقدند که همون صحبت‌ها بود که بسیاری از مردم ایران و حداقل اون قشری رو که احتیاج به این نفت و برق و مجانی داشتن، اونها رو باعث شد که بیان تو خیابون‌ها بریزن. الان که 30 سال گذشته و جامعه ایران بسیار باسوادتر، بسیار فهمیده‌تر هست و در رابطه با مسائل جهانی، دیگر با دروغ‌های پوچ برق و آب مجانی نمیشه که مردم رو به راه انداخت. ولی 100% با برنامه‌ریزی‌های دقیق، با پیشنهاداتی که واقعا میشه اونها رو لمس کرد که از لحاظ اقتصادی ایران چه میتواند باشد، به کجا برسد، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سفر به این ور اون ور، تجارت و غیره، اون موقع است که مردم برای رسیدن به اون اهداف، من فکر میکنم که و ما در نهاد مردمی فکر میکنیم که بسیار بسیار مؤثر خواهد بود برای اینکه به اون نقطه عطف برسیم برای سقوط جمهوری اسلامی. در روزها و هفته های آینده در رابطه با این پروژه و چند پروژه دیگر که نهاد مردمی روی اونها کار میکنه و امیدواریم که بتونیم همکاری های بسیار جدی و نزدیک با سازمان های دیگری داشته باشیم که همه سکولار هستند، همه موافق و پشتیبان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بتونیم بر روی بعضی از این پروژه ها با هم کار بکنیم با استقلال سازمانی و استقلال فردی عزیزانی که کمک خواهند کرد. در پایان برنامه اگر 2 دقیقه وقت داریم، اگر وقت هست اون کلیپ انانیموس رو میتونیم پخش بکنیم و اگر لازم شد لوگوی آخر برنامه رو نه، این فیلم 2 دقیقه انانیموس. انانیموس اون گروهی هستش که همینجوری میدونید که اینا کامپیوتر هکر هستن، میرن و توی کامپیوترهای کشورهای مختلف، دولت‌ها، بانک‌ها میرن و حمله میکنن، پشتیبان بسیار آزادی بیان و غیره هستن. این ویدیو 100% نمیدونیم دقیقاً از طریق اون گروه اومده، ولی اسمش و قیافش و صدای کسی که صحبت میکنه بسیار شبیه هست با ویدیوهای دیگری که از طرف گروه انانیموس آمده، در رابطه با جمهوری اسلامی هست، تهدید به جمهوری اسلامی که شما این همه کشتار کردید و دروغ گفتید و انتخابات رو تقلب کردید، ما داریم نگاه میکنیم و به زودی باعث خواهیم شد شما سرنگون بشید. من از همینجا از شما خداحافظی میکنم و مطمئن باشید که ما پیروز خواهیم بود، چون حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران. ما
My fellow citizens, our world is threatened daily by great suffering. Whether it is social injustice, political corruption, or economic crisis, catastrophe is imminent and inevitable. But one must not give up hope in the midst of calamity and even death. For not in this world does evil ever conquer. We are the resistance and we are alive and among you. Brothers and sisters, this is our world, our freedom, our future. We have witnessed the false elections of 2009. The atrocity of mass killings, and the absence of basic human rights. The reign of tyranny will not be tolerated any longer. To the powers and government of Iran be warned, there will soon be liberation. People of Iran, we stand together. We are the ones to defy this injustice and declare that we deserve nothing less than true democracy, liberty and free information. We are the resistance. We will not blindly believe the words of corrupt liars. Be brave. We stand with you. Together we shall reclaim what the regime has stolen: the freedom of speech, the freedom to access and openly share information, and the freedom to live. In the face of great adversity and oppression, there is hope. In the presence of injustice, there is resistance. In the wake of destruction, there is new life. Citizens of the world, we will have the truth. We shall not be silenced, not by repercussions, not by force, and not by time. We are anonymous. We are the people of Iran. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Operation Iran engaged. آینده ایران در دستان شماست.